هشتم اکتبر برابر با 16 مهر ماه روز همبستگی با هزاره هاییست که به دلیل هویت شیعی و قومی خود چندین دهه متوالی با حملات هدفمند سیستماتیک سنی های تندروی طالبان مواجه شده و کشته می شوند. همکارم مائده خاموش گزارش می دهد. سال هاست که شیعیان هزاره افغانستان هدف یک کشتار و حذف سیستماتیک قرار دارند. آنها همواره مورد ستم واقع شده و از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم ماندند. اما با این حال، از هیچ تلاشی برای رساندن صدای اعتراض خود به جهانیان کوتاهی نکردند. هزاره ها هفته گذشته با راه اندازی پویش نسل‌کشی هزاره ها را متوقف کنید، خواهان پایان خشونت علیه مردم هزاره در افغانستان شدند و اکنون آن پویش اعتراضی میلیونی از فضای مجازی به دنیای واقعی رسیده است. بر این اساس، امروز شنبه 8 اکتبر اعتراضات سراسری در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، آلمان، یونان، سوئد، سوئیس، اتریش و فرانسه در حال برگزاری است. همچنین در پاکستان، هند، کنیا، آمریکا، استرالیا، نیوزلند، کانادا تظاهرات گسترده‌ای برای این روز برنامه ریزی شده است و قرار است در شهر لندن نیز در روز چهارشنبه 12 اکتبر تظاهرات اعتراضی از میدان ترافالگار برگزار شود. هویت شیعی و قومی هزاره ها طی دهه‌های گذشته آنها را مورد هجوم و کشتار سنی های تندروی طالبان قرار داده است. مائده خاموش، اخبار شیعه. خانم حسینی، فعال مدنی از ایتالیا با ما هستند. عرض سلام دارم خدمت. سلام، وقت شما بخیر خانم حسینی. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب اخبار شیعه و مجری محترم. خانم حسینی، شما اساساً ریشه نسل کشی هزاره ها در چه میدونید؟ بفرمایید. در ابتدا این مصیبت وارده رو بر تمام مسلمانان خصوصا مردم افغانستان تسلیت عرض میکنم. برای زخمیان اینها از خداوند شفا طلب میکنم. علت نسل کشی هزاره ها تاریخی ریشه عمیقی داره که برمیگرده به زمان عبدالرحمن خان که متاسفانه این نسل کشی صورت میگیره و بیشتر هم برمیگرده به نوعی طرز تفکر اونها که متاسفانه طرز تفکر درست نسبت به انسانیت و نسبت به انسان ها نیست. ریشه اساسی و کشتار شیعیان یا هزاره ها در افغانستان برمیگرده به زمان عبدالرحمن خان. بیش از 60% از افغانستان شده در تو زمان یا کشتن یا اخراج کردن یا اون تازدگی گرفتن در اون زمان نازم در تاریخی میکرده متاسفانه بر اساس کوچ اجباری که وجود داشت آقای کوهستانی و سخت انتخاب. خانم حسینی، برگزاری این همایش ها، تجمعات و گرد همایی ها در سراسر جهان تا چند اندازه میتونه مانع از تداوم نسل کشی هزاره ها بشه؟ خب یک موضوع این که متوجه میکنه اولا دنیا و دوم نسل آینده را، نسل آینده و جوانان و کودکانی که امروز زندگی میکنن اونها آگاه میشن چون عصر تکنولوژی هست. بالاخره اونها با واقعیت هایی که در کشورها و نسل‌کشی هایی که وجود داره آشنا میشن. نکته بعدی باید بیدار بکنه، من باور من دارم که بیدار باید بشن از این خواب که اونها بالاخره جامعه بین‌المللی خود به خواب زدن، نه که خواب رفته باشن، به خواب زدن، باید بیدار بشن. از جمله دادگاه بین‌المللی دوحه در قسمت این مسئله باید اقدام بکنه، به دلیل از اینکه وقتی ما اساس و تشکیل این نهاد بین المللی را این وقت مطالعه بکنیم، او مسئولیت داره در قسمت جنایت جرایم مختلف رسیدگی بکنه، از جمله جرایم جنگی، جرایم
علیه بشریت و امکان جرم آمده مشخص کرده. نکته مهمش ایه که اونها این دیوان صلاحیت داره در چهار مرحله وارد عمل شا. مرحله اولی که کشورها داوطلبانه باید اقدام بکنه. موضوع دومی که یک عضو دیگه پیشنهاد بکنه که جرایم علیه بشریت در یک کشور اتفاق افتاده باشه پیگیری کنه. و مورد بعدی اینه که نهادی یا افرادی بیان شکایت کنه و این موضوع رو پیگیری بکنه. و موضوع آخری که مسئله رو میتونه مطرح بکنه شورای امنیت سازمان ملل به این دیوان باید ارجاع بده. داره شورایی را که نماینده یا گزارشگر حقوق بشر در امور افغانستان آمده این مسئله را بررسی قرار بده. هنوز هم یک سری جنایت ها داره اتفاق میفته. اینها همه مسائلی است که دست به دست هم داده. بالاخره باید دیوان بین‌المللی لایحه وارد عمل بشه و جلوگیری بکنه از این مسئله. وگرنه تا حدودی عملکرد و کارکرد اونها نسبت به افغانستان مورد شب قرار میگیره. امیدوارم که انشاءالله این حرکت ها و این دستاوردها و مستندات رو که مردم میان فریاد میکنن، قربانیان به میدان میان، اینها همه گواه و شاهد از یک جنایت هستند، باید اونها وارد میدان شوند. دیگه چیزی نیست که بخوایم، یعنی خودشی رو نمیشه زنگوش قایم کرد. یعنی جنایت امروز در افغانستان نسبت به شیعیان اتفاق میفته. نمونه واضح از مسئله کاج مدرسه مکتب بود و هزاران مسجد و مرکزهای دیگه وجود داره. اتفاقاتی جنایت واقعا علیه نسل کشی است یا جنایت علیه بشریت میتونه بگید. واقعا یک دیر آمدن در تمام یک نقطه آمدن حبس قرار دادن. این فرصت میشه که کسانی که بالاخره به یک نهی نظارتگر عمل کرد یا به این امیل هست متوجه بشن. نقطه دیگری که میخوام در اینجا اشاره بکنم در سال خصوصی وقت در سال 2017 هم دادستان دیوان کیفری بین المللی از قاضیان خواسته بود که مجوز لازم سخن بکنن برای بررسی جنایت های جنگی در افغانستان. خب جنایت های جنگی شامل هم حاکمانی که در او زمان بودن، هم کسانی که در جنگ کردن و یک دی حراس دارن که اگر بخواهن دادگاه بین المللی وارد عمل بشن و اون وقت خیلی نخواهن این سری خانس قوانین زرفا بودن و یه فکر میکنه که بالاخره جامعه بین المللی یا حداقل دادگاه لایحه وارد اقدام بشه. خانم حسینی، تفاوت این گرد همایی با گرد همایی های دیگر در راستای اعتراض به کشته شدن شیعیان افغانستان در چیه؟ این موضوع تفاوت این گرده همایی در گذشته فقط می آمدن یک موضوع خیلی خاصی رو مطرح می کردن که مثلا مکاتب دخترانه بسته شد یا یک ده خاصی در یک جایی. بالاخره بیشتر بر اساس مبنای قومی می زدن یا مبنای مذهبی می زدن. اما در این حرکتی که فعلا حرکت از حالت قومی و مذهبی و منطقی خارج شده. من امروز خود نبنان یک کسی که شاهد از این مسئله بودم، سایر اقوام غیر از اقوام هزاره در روی دمای زور داشتم و حتی میدیدم چقدر قشنگ فریاد میزنن و اونها به نام افغانستان و به عنوان انسانیت فریاد میزن و اونها به یقین به این باور رسیدن که نسل کشی صورت میگیره و اونها آمده بودن در کنار هموطنان افغانستانی خود پیستاد شده بودن. در گذشته اگه دیمی آمدن بچه از قومیت میزنن، اما نه، امروز تمام دنیا فریاد مبارزه با نسل کشی علیه شیعیان و علیه هزاره میده. این نکته بسیار مثبتیه و یک نکته که هست اتحاد مردم نشان میده نسبت به این مسئله. خانم حسینی، سوال آخرم بفرمان، به نظر شما چرا جامعه جهانی با وجود دیتای 7,500 کشته از شیعیان افغانستان همچنین در برابر این نسل کشی سکوت کرده؟ مشکل تو چی میدونین؟ مشکل کجاست؟ یکی از جرایم، اولا اگه بخوایم این مسئله رو بیایم نگاه کنیم به افغانستان، خب افغانستان ما دو دستی بر اساس توافقنامه دوحه دو دستی تحویل داده شد. مگر در زمان حکومت جمهوریت مگر شیعیان کشته نمی‌شدند؟ مگر تظاهرات ها اتفاق نمی افتاد؟
مگر گزارش های قبیل آمارهای دقیق الان موجود. خود سازمان ملل متحد در افغانستان، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان این گزارشات نشر میکردن و همه دست به دست هم دادن. امروز اگه این جامعه بین المللی سازه، چون دیگه افغانستان خود از اونها دو دستای تحویل دادن، در صورت همه افراد حاکم فعلی در گذشته هم همچنین جنایات را انجام میدن و بارها خود اینا مسئولیت این مسئله را در نظر گرفتن و مسئولیت قبول کردن. امروز جامعه جهانی به دلیل از اینکه نگرانن اگر مسئله محاکمه مطرح بشه، بالاخره به یک نحو اونها در یک جاهای مسئولیت دارن که چرا کوتاهی صورت گرفتن، باید پاسخ بدن و به این دلیل فراموش کردن. و از همه مهمتر مسئله معامله سیاسیه که متاسفانه دیگه فکر میکنم اون منافعی که احساس میکنه در افغانستان باید داشته باشن نداره. من فکر میکنم این اشتباه خیلی بزرگیه و خیلی دیر ممکنه دنیا با خبر بشن که نباید افغانستان فراموش بکنه. اگر افغانستان فراموش بکنن، هیچ جایی از دنیا آرامش نخواهد داشت. پس قبل از آن که دیر شده، به فریاد مردم افغانستان و به فریاد مردم مظلوم افغانستان برسیم، قبل از اینکه او جنایت ها و مصیبت هایی که ما در افغانستان تجربه کردیم و میکنیم، شما در کشورهای خود یک مدل جدیدی تجربه بکنید. انشاءالله. تشکر میکنم از شما خانم حسینی. خانم حسینی فعال مدنی از روم ایتالیا با ما بودند.